خیلی وقته که کامنت میاد در مورد کتاب گینس صحبت کنیم. هر کاری که کسی انجام بده و یک رکورد رو بشکنه، اگر مدرک وجود داشته باشه تو کتاب گینس ثبت میشه. میخواستیم در مورد کتاب گینس صحبت کنیم، ولی دیدیم مطلب آنچنانی پیدا نمیشه که در موردش بگیم و بتونیم باهاش یک برنامه رو پر کنیم. برای همین اومدیم سراغ یک سری از رکوردهایی که تو این کتاب ثبت شده و هم عجیبه هم جالب. اولین رکورد عجیبی که میخوایم براتون توضیح بدیم دست این خانومه، هالیماسیس. خانوم هالیماسیس اهل مالی. این خانوم در سال 2021 در مراکش زندگی میکرده و اونجا باردار میشه. 9 ماه بعد موقع زایمانش میشه و میره بیمارستان. شاید باورتون نشه این خانوم رکورد دنیا رو میشکنه و با به دنیا آوردن 9 تا بچه پشت سر هم که همشون هم سالم بودن باعث تعجب همه میشه و تو این کتاب به ثبت میرسه. 6-7 قلو در سطح دنیا کم دیده نمیشه، اما در بیشتر مواقع بعد از زایمان بیشترشون از بین میرن و این خانم جالبیش اینه که همه بچه هاش زنده موندن. اگر 2 تا دیگه هم میزایید میشد 11 تا و میتونست یک تیم فوتبال تشکیل بده. رکورد بعدی متعلق به ایشونه، بلوسوم، قد بلندترین گاو دنیا. مالک این گاو یک خانوم آمریکایی به نام پاتریسیا هنسونه و خیلی تعجب میکرد که یکی از گاواش خیلی داره قد بلند میشه. وسط همه گاوها این یکی از همه بلندتر بوده. بالاخره تا 190 سانتیمتر قدش رشد میکنه و خودشو میرسونه به کتاب گینس و به عنوان قد بلندترین گاو دنیا به ثبت میرسه. شاید بگین چی گیره این خانوم میاد؟ هیچی گیرشون نمیاد. فقط یک مدرک میگیرن که این رکورد مال اینهاست و عکس و مشخصاتشون توی کتاب گینس ثبت میشه. البته بعضی رکوردها هست که برای صاحبش پول سازه. شرکت‌های تبلیغاتی میان سراغشون و میخوان از عکسشون یا خودشون فیلمبرداری و عکسبرداری کنن. از اون لحاظ میتونن اسپانسر بگیرن. قد بلندترین گاو دنیا در سال 2015 در سن 13 سالگی از دنیا میره. نه اینکه بکشن سرشو ببرن، خودش از سن زیاد میمیره. البته قد بلند و وزن زیادم باعث میشه که زودتر بمیره. رکورد بعدی رو خیلی ها میشناسن و در موردش هم زیاد صحبت شده، قد بلندترین انسان تاریخ که متعلق به رابرت وادلوه. اون در انتهای عمرش قدش به 2 متر و 72 سانتیمتر میرسه و این عکس در کنار پدرشه که 1.82 قد داره. البته یک رکورد دیگه ایشون داره که ما میخواستیم اونو بگیم، بزرگترین دست دنیا. اینم دستشه در کنار دست پدرش. درازی دستش از مچش تا نوک انگشتش 32.5 سانتیمتر بوده. انگشتری که تو دست رابرت میبینید بزرگترین انگشتر دنیاست، چون انگشتای این هر کدوم به اندازه یک موز بوده. این آقا فقط تا 22 سالگی عمر میکنه. شاید بگین چرا اونهایی که وزنشون زیاده، قدشون بلنده، چرا زود میمیرن؟ حتی اون گاوم که قدش بلند بود زود مرد. رابرت وادلو مشکل ژنتیکی داشته و تا آخر عمرش داشته رشد میکرده. هرچی قد و وزن میره بالا، فشار بیشتری به قلب میاد. باید خون رو پمپ کنه به همه جا برسونه. همه این فشارها میفته رو قلب و در کنار مشکلات دیگه انسان رو از پا در میاره. خب بریم سراغ یک رکوردی که مربوط به یک ماشین میشه. ولووی P1800S سال 1966. ایو گوردون آمریکایی در سال 1966 این ولوو رو نو میخره و همین الانی هم که داریم صحبت میکنیم زیر پاشه و داره باهاش را میره. در اوایل سال 2024 که کیلومتر شمار این ماشین ثبت شده، بیشتر از 5,230,000 کیلومتر را رفته. جالبیش اینه که گیربکس دنده‌ای این ولوو هیچ موقع نه تعویض شده نه تعمیر، فقط کلاجشو عوض کردن، اما موتورش یک بار بازسازی شده، اونم در 1,086,000 کیلومتری.
اما جالب اینه که در سال 1967 وقتی گوردون 1,000,000 مایل روی این ماشین گذاشته بوده که معادل کیلومترش میشه 1,600,000 کیلومتر، شرکت ولوو ایشونو صدا میکنه و یک جایزه بهش میدن، یک ولووی 789. جالب اینه که گوردون و خانوادهش این ماشین نورم استفاده میکنن و 724,000 کیلومتر میذارن روش و بعد میفروشتش و میگه من این قدیمیه رو بیشتر ترجیح میدم. همون قدیمیه رو میرونه تا کیلومتر شمارش رو میرسونه به 3,000,000 مایل یا 4,820,000 کیلومتر. این موقع است که ولوو دوباره صداش میکنه، میگن آبروی ولوو رو خریدی تو، بیا یه جایزه دیگه بهت بدیم. این بار یک ولووی XC60 نو میدن بهش که هنوز اونو داره، ولی قدیمیرم ولکن نیست، اونم داره. شاید بگین گوردون مسافرکشی میکنه، چیکار میکنه؟ چجوری انقدر کیلومتر میذاری روی یک ماشین؟ ایشون یک معلم علوم تو دبیرستان بوده و هر سال وقتی مدارس تعطیل می‌شده با این ولوو را می‌افتاده تو آمریکا. آمریکا هم که کوچیک نیست. از این شهر به اون شهر، از این ایالت به اون ایالت، کانادا، مکزیک، همه جا می‌رفته. ماشینم وقتی یک راننده درست داشته باشه، خوب نگهداریش کنه و فشار زیادی بهش نیاره، را میره و دیر به دیر خراب میشه. خب بریم یک رکورد عجیب دیگه ببینیم. در سال 1987 در لیماسول قبرس یک خانم 76 ساله به نام کیولی پاپا جان توی یک ساختمون بلند مرتبه میره توی یک آسانسور و آسانسور وسط راه گیر میکنه. شاید باورتون نشه 6 روز نمیتونن این خانومو بیارن بیرون. این طولانی ترین مدتیه که کسی تو آسانسور گیر کرده. خوشبختانه توی کیفش یک چند تا میوه خشک داشته، همونها باعث میشه که این زنده بمونه، در غیر این صورت از تشنگی مرده بود. شاید بگین چرا 6 روز این بیچاره رو گذاشتن اون تو بمونه و نیومدن زودترین رو در بیارن؟ این اتفاق 3 روز قبل از سال نو میفته و اون کسانی که میتونستن این آسانسور رو از جا در بیارن و این خانومو بیارن بیرون نبودن. همه رفته بودن برای سال نو. برای همین این خانوم میمونه اون تو تا 3 روز بعد از سال نو. این خانومو میبینید، اسمش میسی کورینه و آمریکاییه. قد این خانوم 2.8 متره. البته رکورد بلندترین قد دنیا رو نداره، چون از این خانوم بلندتر هم هست. اما رکورد بلندترین پاهای دنیا دست این خانومه، پاهایی که طولش به 136 سانتیمتر میرسه. خب بریم سراغ یک رکورد دیگه. ماشین اسمارت رو که میشناسید، یکی از کوچکترین ماشین های دنیاست. رکورد بعدی اینه که 20 نفر سوار این ماشین شدن و تونستن درم ببندن. دیدیم که گوش رو سوراخ میکنن برای گوشواره، به این کار میگن سوراخکاری. میخوایم بریم رکورد بیشترین سوراخکاری روی بدن یک انسان رو ببینیم که متعلق به این خانومه، ایلن دیویدسون برزیلی. این خانوم هر جای بدنشو که امکان سوراخ کاری داشته سوراخ کرده و یک چیزی انداخته و با 4225 سوراخ رکورددار سوراخ کاری در دنیاست. خیلی‌ها به شوخی میگن وقتی ایشون آب و غذا میخوره از سوراخ‌های مختلف میزنه بیرون. تنها چیزی که از ثبت این رکورد گیر این خانوم اومده اینه که فقط معروفیت جهانی پیدا کرده. برای رکورد بعدی باید بریم به مکزیک. یک خانواده در مکزیک زندگی میکنن به نام خانواده گومز. کل این خانواده یک مشکل ژنتیکی دارن به نام هایپرترایکوسیس که یعنی پرمویی. کل بدن و صورت پر از موه و این خانواده از لحاظ پرمویی رکورد دارن، چون همشون پرموان. شاید بگین چرا حالا صورتشون رو نمیزنن؟ چون براشون خسته کننده میشه. اگر بخوان بدون مو باقی بمونه باید روزی دو بار بزنن، چون موهاش سری برمیگرده.
خب بریم کلرادوی آمریکا. در سال 2014 دارن تیلر آمریکایی از بلندترین ارتفاع پرید توی کم عمق‌ترین آب، یعنی یک حوضی که 30 سانتی متر آب داره و این آقا از 12 متر ارتفاع پریده اون تو. دارن مجبور بود با شکم بپره که بتونه ضربشو بگیره. البته اینجوری پریدن تو آب بسیار دردناکه، اما این چاره دیگه ای نداشت. اگر شیرجه‌ای میرفت تو آب که مغزش داغون میشد. با این وجود این رکورد شکست و در کتاب گینه ثبت شد. برای رکورد بعدی باید بریم به شهر لیورپول انگلیس در سال 1999. در این سال گری راتول انگلیسی رکورد پرسرعت ترین اسکی روی آسفالت رو ثبت میکنه. این آقا سوار موتورش میشه، با سرعت 251 کیلومتر در ساعت حرکت میکنه و بعد از انتهای موتور پاهاشو میذاره روی آسفالت و با همین سرعت روی آسفالت کشیده میشه. شاید بگیم بابا اون چه کفشیه که طاقت آورده، الان پای این باید آتیش گرفته باشه، اما اینها چکمه های مخصوصی بوده که زیرش فلز تیتانیوم انداختن که در مقابل این استکاک دووم بیاره و همینطور تیتانیوم راحت داغ نمیشه و حرارت به کف پای این آقا نمیرسه. خب بریم سراغ مردی که چند تا رکورد رو تو عمرش شکست. رابرت ارل هیوز آمریکایی. رابرت از زمانی که زنده بود، یعنی سال 1926 تا سال 1958، چاق‌ترین و سنگین‌ترین انسان جهان بود. اونم با وزن 486 کیلوگرم. همین وزن یه رکوردش بود که البته الان از برکت فست فودها این رکورد سالها پیش شکسته شده. یک رکورد دیگه‌ای که آقای رابرت داشته و هنوزم ادامه داره، پهن‌ترین سینه دنیاست. سینه‌ای که دور تا دورش 315 سانتی متره. و یک رکورد دیگه‌ای که هنوز پابرجاست اینه که این آقا سنگین‌ترین انسانی بوده که روی پای خودش میتونسته راه بره. الان اونایی که گفتیم رکورد اینو زدن و سنگین‌ترن، هیچ کدوم نمیتونن راه برن. رابرت ارل هیوز در سن 32 سالگی از دنیا میره. شاید باورتون نشه به چه دلیل. به دلیل بیماری سرخک. البته دکترها میگفتن با این تغذیه و این هیکل بیشتر از 32 سال عمر نمیکرد. ولی سرخک مرگ اینو به گردن میگیره. یک رکورد عجیب دیگه، بلندترین ناخونهای دنیا. این خانم مثل اینکه بیکار بوده و ناخوناشو گذاشته که بلند بشه، چون اگر کار داشت مجبور بود اینها رو بزنه که بره سر کار. اما این ناخونها رو بلند میکنه و رکورد گینس رو میشکنه. تا 90 سانتی متر این ناخونها رشد میکنه. این خانم رکوردش ثبت میشه و هر سالم که این ناخون رشد میکرده، کتاب گینس رکوردش رو میبرده بالاتر. تا اینکه در سال 2009 این خانم وقتی تو ماشین نشسته بوده، با یک ماشین دیگه میزنن بهش و باعث میشن چند تا از ناخونهاش بشکنه، که مثل اینکه خوشحالم شد چون دیگه سعی نکرد بلندشون کنه. یک رکورد عجیب غریب دیگه، پوست گری ترنر انگلیسی از همه انسانهای دیگه بیشتر کشیده می شده و برای همین تو کتاب ثبت شده. البته این ناشی از یک بیماری پوستیه به نام اهلرز دانلو سیندروم، که نه تنها پوست خیلی کش میاد بلکه مفاصل هم خیلی شل میشن، یعنی خیلی راحت استخونهای آدم در میره. یعنی در کل یک بیماری بدیه. ولی با وجود اینکه گری این بیماری رو داره، این رکوردم با کش اومدن پوستش به جا گذاشته. در سال 2012 روم ایتالیا یک رکورد عجیب به ثبت رسوند. بزرگترین پیتزای جهان. بعد از اینکه این پیتزا تموم شد، 1261.5 متر مربع مساحتش بود. این پیتزا رو میپزن و خورد میکنن بین همه. شاید بگین اینو چطوری پختن؟ تو چه فری گذاشتن این چیز به این گندگی رو؟ نه، وسیله مخصوصی آورده بودن. از بالا تکه تکه روی این پیتزا حرکت میکرده و همینجوری ردیف ردیف میپخته میرفته جلو.
حالا بریم سریع ترین لگن دنیا رو بشناسیم. یک مهندس سوئیسی به نام هینز رات یک وان همومو بر میداره، شاسی میسازه براش، چرخ میندازه زیرش و یک موتور 1000 سیسی موتورسیکلت هم سوار میکنه روش. اون با این لگن پرسرعت، ببخشید وان پرسرعت، تا 186 کیلومتر در ساعت سرعت میره و تو کتاب گینس به ثبت میرسه. این یک سری از عجیبترین و جالبترین رکوردهای دنیا بود. چی فکر میکنید؟ کدوم یکی از این رکوردها رو جالبترین میدونید؟ لطفاً پیشنهاد بدید.